اما خدا سلام. نشستن روی یک صندلی و تنوعی از تجربه ها رو تجربه کردن اصلا خسته کننده نیست. سرگذشت ها تأثیر میذاره رو سرنوشت ها. انتخاب با شماست. میتونید زندگی کنید، اشتباه کنید، زمین بخورید، هزینه کنید و بلند شید. میتونید قصه آدم هایی که میان روی این فرش قرمز دایره‌ای وامیستن و برای شما میگن که چی شد که اینجوری شد رو گوش کنید و بر مبنای اون تغییر کنید. تغییر این رشته. اگر کسی توی این مجموعه اومده اسمش مریم بوده، دوباره از اون در بره بیرون و اسمش مریم باشه، با همون افکاری که اومده و روی این صندلی نشسته، اون فقط وقت خودش رو تلف کرده، اون فقط یه صندلی رو اشغال کرده، اون فقط تو دنیا داره مصرف میکنه و مصرف میکنه و مصرف میکنه. اون اصلا آدمی نیست که خدا به خلقش افتخار کرد. اون آدمی نیست که خدا وقتی خلقش کرد گفت فتبارک الله احسن الخالقین، اون نیست. ولی اگر یکی اومده با یه افکاری و از اینجا با این درس‌های انبوهی که به شکل‌های مختلف بیان شد میره بیرون و یک تصمیم میگیره برای که زندگیشو تغییر بده، درسته، اون آدمیه که خداوند بهش افتخار میکنه و به فرشته‌هاش میگه بیان بیان بیان. این همون آدمی بود که من زمانی که آفریدمش به خودم بارکلا گفتم لطفاً لطفاً از زندگی ها درس بگیرید، لطفاً آدمی که از این در میره بیرون آدم دیگه‌ای باشه، با یک افکار و اندیشه های خوب و نو، با یک اراده و تصمیم، یک شنبه متفاوت رو شروع کردن. چشم ها را باید شست، واژه ها را باید شست، جور دیگر باید دید. به یک کرم ابریشم گفتن دنیا رو تعریف کن، گفت زیرش نرمه، آسمونش سفیده، پاتو دراز میکنی میخوره به انتهاش. تمام دنیای خودش رو دنیای پیلش تعریف کرده بود. دنیای تو چیه؟ بانوی شرقی که من اعتقاد دارم اگر جامعه ای تو رو بفهمه و تو رو ببینه و تعظیم کنه در مقابل آنچه در نهان تو خداوند گذاشته، اون جامعه رشد میکنه، اون جامعه بالنده میشه، اون جامعه افتخار آفرین میشه، اون جامعه به قله های موفقیت میرسه. تغییر کن. زیبنده نیست 4 میلیارد دلار واردات لوازم آرایش. تو زیبایی، تو زیباترین بانوی خاورمیانه‌ای. نیازی نداری، تو فقط باید زیبا بیندیشی و در درون خودت قواسی کنی و مرجانهای زیبای وجود خودت رو بیابی و کشف بکنی و بلند شی، بگی من آنی نیستم که بزاعم و بشورم و بپزم، من آنی هستم که مرد تربیت میکنه، از من که مرد به معراج میرسه، از منی که اسطوره ها به وجود میاین. زن پرورنده است، زن هم فرزند رو تربیت میکنه و هم مردش رو تربیت میکنه. یه ضرب المثلی دارن فرانسوی‌ها، میگن پشت سر هر مرد موفقی یه زن داناست. میگن بگرد دنبال زنش، اگه مرد موفقی رو دیدی بگرد دنبال زنش. پس من هدفم رو تو این تایمم میذارم برای خانم‌ها و میخوام من علیرضا نبی، همون روزنامه فروش سر چهارراه لشکر مشهد، همون که شاید کفش های پدرهای شما رو من واکس زده باشم، آره من همونم،
من همونم. آره، هر کسی به یه قله‌ای میرسه، یه کار متفاوت میکنه، یه خدمتی رو به جامعهش میکنه، قطعاً برخاست از محرومیت و محدودیته. مگه میشه با بنز مادرت بیای با بی ام دبلیو پدرت از دانشگاه بری بیرون بعد انسان بزرگی بشی؟ نه، باید در فرایند چکشکاری بشه، باید بخوری، باید در کوره پخته بشی، باید صدای ناله تو از پخته شدنها به عرش برسه، سوختم، بعد یک انسان از هست متولد میشه. اون انسانی که متولد میشه اون میتونه معجزه کنه. خود بی خود خودتون رو بالا بیارید، انگوش کنید، اگه بالا نمیارید انگوش کنید. وقتهای اضافه به غیبت کردن و حرف زدن برای دیگران، نگاه کردن به موفقیت دیگران و حسرت خوردن از موفقیت‌های دیگران، وحشت داشتن، بیهوده زیستن، بی هدف به دنبال آدرس گشتن. خود بی خود خودت رو انگوش کن بالا بیاری، بعد میبینی حالت چقدر خوب میشه. بعد که صبح میشه دیگه مهم نیست امروز صبح پنجشنبه است یا امروز صبح شنبه است، فرقی نمیکنه، من حالم خوبه. من بدون شنیدن یک جوک میخندم، چون شادی باید در درون بجهد. من علیرضا نبی، من همون که میرفت شب پشت در سینما آریای خیابون جم میخوابید که صبح که سینما باز میکنه بلیت بگیره و بعد بلیت رو به بازار آزاد بفروشه. من خود بی خود خودم رو بالا آوردم با یه جمله. نیازی نیست برات کتاب تعریف کنن، نیازی نیست که برات فیلم سینمایی بسازن، یه تلنگر فقط باید قدرت جذبت بره بالا. فقط با جمعه عصرت رو به جایی که بگذرونی در بتالت، بیا جمعه عصرت رو بشینی زانو بزنی در مقابل دانایی و بگی بگو هلاکویی قصه ی زندگیت رو، من میخوام بشنم. اون انسان متولد شده کار بزرگی میکنه. خودش شاید بزرگ نباشه، اصلا مهم نیست، اون دیگه از خودش رد میشه. دیدی ما از یک تابلو بیل برده تبلیغاتی وقتی رد میشیم دیگه رد شدیم. انسان از خودش رد میشه، وقتی از خودش رد شد دیگه اون چیزهایی که میتونه تو زندگی به بعضیایی که رد نشدن و موندن و استوب کردن انرژی بده، دیگه به ما انرژی نمیده. همه دنیاتون رو بذارید یک طرف، همه دنیاتون رو بذارید یک طرف، تمام ماشینه شاستی بلندتون رو بذارید یک طرف، تمام خونه ها و طلاهاتون رو بذارید یک طرف. من با این اسمس صبحی که به من زده میشه عوضش نمی کنم. گوش کنید چه مان باشید عوض نمی کنید. سلام، شنیدم شما آدم خیری هستید، به آدم های بدبخت بیچاره کمک میکنید. من تو شیرخوارگاه حضرت علی اصغر بزرگ شدم، نه مادر دیدم نه پدر. من بهسیسی داد به یه آقای معتاد شد. اون ساقیه، ساقی به کسی میگن که معتاده دیگر میاره خونه تا مصرف کنه. من دارم به اونا خدمات میدم، خسته شدم، رفتم دادگاه گفتم طلاقمو بدید. گفتن برو ببین اگه نبی بهت کار داد ما طلاق تو آقای نبی، من هیچ کسی رو ندارم، کس من میشی؟ چه اسمسی؟ شکر، چقدر خوبه، چقدر خوبه بتونی کس یک آدم بی کس بشی، چقدر خوبه. برسدم الان برو شرکت، به مدیر اداری من این اسمس رو نشون بده، بگو نبی گفته اول استخدامم میکنید
بعد کارهای اداری رو انجام بده. هر مشکلی پیش اومد دخترم لطفاً با من تماس بگیر. اونجا داره کار میکنه. اون دختر منه. پس را محکوم به اعدام. چند قدمی با طناب دار بیشتر فاصله نداره. یه نفر کشته. توی این مدت تا بره حکمش تایید بشه تو دیوان عالی کشور بهش گفتیم که بیا اینجا کار کن. اومده کار میکنه. خیلی جالب. اون شده همکار مهربان ما. ما اونجا هر همکار داریم. یکی میگه خوش اخلاقه، یکی میگه این شده مهربان. هر ماه توسط بچه ها انتخاب میشه به عنوان مهربانترین همکار. اون روز صداش زدم گفتم بچه بیا اینجا ببینم. خیلی دوستش دارم. قهرمان بوکس. یه اتفاق براش افتاد. امکان داره برای شما بیفت. گفتم بچه بیا اینجا ببینم. چرا تو اینقدر مهربونی؟ دستش گذاشت روشونم. یه چیزی بهم گفت که درس بزرگی شد تو زندگیم. گفت شاید من تابستون سال آینده رو نبینم. برای من دیگه اشیا هیچ لذتی ندارن. من قلب آدم ها رو دارم تسخیر میکنم. چرا باید کسرا بشیم بعد بدونیم به جز مهربانی هیچ چیز ماندگار نیست؟